اسم علامت است. این که برای اشخاصی اسمی را و برای همه چیز بشری اسمی گذاشته است، نامگذاری کرده است، برای این است که این علامت یه شناسایی اسمی باشد. زید را آدم بفهمد کی است. اسماء خدا هم علامت های ذات مقدس اوست و اون که انسان و بشر می تواند از ذات مقدس حق یه اطلاع ناقصی پیدا کند، اون از اسماء حق است. خود ذات مقدس حق تعالی یک موجودی است که دست انسان از او کوتاه است، حتی دست خاتم النبیین که اعلم و اشرف بشر است از اون مرتبه ذات کوتاه است و اون مرتبه ذات را کسی نمیشناسد غیر از خود ذات مقدس. اون چیزی که بشر میتواند بهش دسترسی پیدا کند اسماء الله هست، که این اسماء الله هم مراتب دارد که بعض مراتبش را ماها میتونیم بفهمیم و بعض مراتبش را اولیای خدا و پیغمبر اکرم و کسانی که معلم به تعلیم او هست میتوانند ادراک کنند. همه عالم اسم الله هست، تمام عالم، چون اسم نشانه است. همه موجوداتی که در عالم هستن اینها نشانه ذات مقدس تعالی هستند، منتها نشانه بودنش را بعضی ها می توانند به عمقش برسند که این چجور نشانه است، و بعضی هم به طور اجمال می توانند بفهمند که نشانه است. اون که به طور اجمال است این است که موجود خود به خود وجود پیدا نمی کند. این یه مسئله واضح است در عقل و عقل هر بشری به حسب فطرت این را می فهمد که موجود خود به خودی، موجودی که می شد نباشد، ممکن است باشد، ممکن نباشد، این ممکن که هم ممکن باشد هم ممکن نباشد، این خود به خودی همینطوری وجود پیدا نمی کند. این را باید منتهی بشد به یک موجودی که به ذات موجود است. یه موجودی است که به ذات موجود است، یعنی قابل سلب نیست وجود را از او، ازلی است، یه قابل سلبی. دیگه موجوداتی که میشد موجود باشند و میشد هم موجود نباشند، اینها خود به خود وجود پیدا نمی کنند. این محتاج به این است که از خارج یک کسی یک موجودی را ایجاد بکند. ما اگر فرض کنیم که این فضایی که وهمی است اگر هیچ نباشد، یه فضای وهمی است، واقعیتی ندارد. ما اگر فرضم بکنیم که یک فضایی هست و این فضا هم همیشگی است، این فضا که فقط فضا هست نمیشد که متبدل بشه این فضا به یه موجودی بی خود همینطوری، یا موجودی در او پیدا بشه همینطوری، یا اونهایی که میگن که از اول مثلا در دنیا اول یه فضا لامتناهی بودست و حالا اشکالی که در لامتناهی هست و بعدم یک هوایی بخاری پیدا شده است و اون وقت دنبالش هی
از این موجود چیز دیگه پیدا شده، این برخلاف ضرورت عقل است که یه چیزی خودش یه چیز دیگه بی خود بشه بدون اینکه یک علتی در کار باشه، از خارج یه چیزی خودش یه چیز دیگه بشه. هر چیزی که متبدل به یه چیز دیگه میشه یه علت خارجی دارد، والا یه موجودی خودش یه چیز دیگه نمیشه. یه علت خارجی میخواد که این شی را مثلا یخ ببندد، یه علت خارجی میخواد که آب یخ ببندد، یا آب جوش بیاید، یه علت خارجی میخواد. اگر آب نه سرمای اون درجه و نه گرمای اون درجه باشد، تا ابد هم همین آب، اگر هم بگنده، یه علت خارجی داره، یه چیز خارجی باید اون را بگنده. من لحاظا این مقدار اجمالی که هر معلولی محتاج به علت است و هر ممکنی محتاج به یک علتی است، اینم جزء واضحات عقول است که هر کسی تأمل مسئله را بکند، تصور مسئله را بکند، تصدیقش هم میکنه که یه چیزی میشه باشه میشه نباشه، بی خودی بشه یا بی خودی نباشه. نبودن از بابی که چیزی نیست تا باشه، اون علت نیست هیچ، اما مبدل بشه یه چیز ممکنی که نیست بشد هست، بی خود بی خودی، بدون علت، این از ضروریات عقول است. این مقداری که همه موجودات عالم اسم خدا هستند و نشانه خدا هستند، این مقدار اجمالی است که همه عقول این را میتونن بفهمند و همه عالم را اسماء الله بدانند.